وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو لندن با من الناز کنی سرخط خبرها. آخرین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری با حضور شمار زیادی از مقام‌های حکومتی قالیباف، جهانگیری و بذرباش هم نامزد شدند. آسیب دیدگان خیزش زن زندگی آزادی در نشست انجمن آزادی اسلو. سه مجروح خیزش مهسا بر ادامه دادخواهی و پیگیری حقوق شهروندان ایران تاکید کردند. من بارها گفتم که دیگر اطلاعات قابل راستی آزمایی نداریم که ایران سلاح هسته‌ای یا برنامه سلاح هسته‌ای داره یا نداره. شماری از تکنولوژی‌ها رو در اختیار داره و داره. گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای حکام رافائل گروسی درباره احتمال تغییر برنامه اتمی تهران و ساخت سلاح هسته‌ای ابراز نگرانی کرد. گسترش دامنه حذف ارز ترجیحی برای واردات اقلام غذایی، ارز واردات حبوبات 50% گرانتر شد. یک مقام دولتی از احتمال گران شدن دلار برای کالاهای دیگر خبر داد. بازتاب سخنان خامنه‌ای درباره انتخابات در رسانه‌های اجتماعی، کاربران می‌گویند اینکه چه کسی نامزد می‌شود مهم نیست، تنها به سرنگونی جمهوری اسلامی رأی می‌دهند. همچنین در ادامه این بخش خبری، صدور حکمی بی سابقه در فوتبال ایران، کمیته انضباطی جواد نکونام را 5 میلیارد تومان جریمه کرد.